من لایه آخر ماکارونیمونم گوشتش رو روش چیدم، آماده شد، درش رو میذارم که ببریم دم بذاریم. دوستان، خاله سیما هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروز با یه ماکارونی خیلی خوشمزه در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. پیاز بزرگ 1 عدد، سیب زمینی برای تعدیگمون 1 عدد، گوشت چرخ کرده 250 گرم، ربع 2 قاشق غذاخوری سرپر، ماکارونی 1 عدد. من این بار از ماکارونی درشت استفاده کردم که موقع پختن بهتون نشون میدم. جعفری خرد شده 2 قاشق غذاخوری، قارچ 5 تا 6 عدد، فلفل، زردچوبه، آویشن، پول بیبر و پاپریکا به مقدار لازم. پیازمون رو خلالی خورد میکنیم. من تو این فاصله که مایه ماکارونیمون رو آماده کنم، قابلمه‌مون رو پر آب کردم، یه مقدار نمک و یه مقدار روغن ریختم و گذاشتم که به جوش بیاد. پیازمون رو با یه مقدار روغن گذاشتم که سرخ بشه. تو این فاصله که پیازمون سرخ بشه، ما هم میریم جعفری و قارچامون رو خرد کنیم. پیازمون رو تو دستم دسته کردم، ریز ریز خردش میکنیم. دیگه نیازی به تخته نداره چون مقدارش کمه. جعفری یه عطر و بوی خاصی به مایه ماکارونیمون میده که تو طعمش خیلی تاثیر داره. قارچمون هم خرد میکنیم، اوسط نصف میکنیم. من میخوام یه مقدار ریزترش کنم. ورق ورقش میکنیم. دیگه طلایی شده بود. من گوشت چرخ کردم، اونو بهش اضافه کردم و با قاشق قشنگ از هم گوشتا رو باز میکنیم تا موقع سرخ شدن دوم بشه. تقریبا تو روغن سرخ شده، کاملا رنگش عوض شده. ادویه اونو اضافه میکنیم، زردچوبه، پول بیبر. خیلی پرسیدن این برای چیه. این یه فلفله که توی ترکیه هستش، اونجا درستش میکنن. فلفل ترکیه یه که تنده، بعد خشکش میکنن و آسیابش میکنن، به این شکل در میاد. یه عطر و بو و یه تندی خاصی به بعضی از غذاها که لازم داره میده. پاپریکا میزنیم. فلفل سیاه و یه مقدارم آویشن. نمک. خوب هم میزنیم. بعد از اینکه بوی ادویه هامون بلند شد، بقیه موادمون هم بهش اضافه میکنیم. یه دوست عزیزی تو کامنت ها از من خواسته بود که یه ماکارونی تندوتی آموزش بدیم. خواستم امروز به خاطر اون دوست عزیزی ماکارونی رو آموزش بدم. قارچمون رو می‌ریزیم. باید شعله گازتون زیاد باشه که ماکارونی قارچ آب نندازه.
جعفری های خود شده اونو میریزیم. هنوز لب نزده، همون جوری که میبینیم خیلی رنگش قشنگ شده و عطری خاصی هم پیدا کرده. دیگه نوبت روب رو بزنین، سرخ کنین. اگر دیدین کمه میتونین یه مقدار دیگه هم بهش روب اضافه کنین. بعد از اینکه روب کاملا سرخ شد و خامیش از بین رفت و یه رنگ خوبی به دست اومدش و خوش رنگ شد، میتونین یه نصف استکان آب بهش اضافه کنیم که دیگه مواد خودشو ول کنه. هنوز جا داره که سرخ بشه روب بهش. الان اون یه مقدار آب رو بهش اضافه میکنم. همونطور که میبینی مایه خودش رو ول کرد و یک دست شد. آب ماکارونی هم که گفته بودم کاملا به جوش اومده، آماده است که ما ماکارونی ها رو بهش اضافه کنیم. من ماکارونی هامو نمیخوام وسط نصف کنم، میخوام درسته بریزم توش. دست دسته میکنیم و آروم اضافه میکنیم. الان که یه مقدار پای قسمت پایینش نرم شد، اونم خودش میره پایین. دقیقه تا 8 دقیقه اجازه میدیم که ماکارونیامون با آب بجوشه، بعد آب کشش میکنیم که من نشون میدم بهتون. یه دونه سیب زمینی داشتیم که برای تدیگ ماکارونی گذاشته بودم که اینم حلقه حلقه میبریم. خیلی نازک نباشه، فقط این قطر اندازش خوبه. ماکارونیمون بعد از اینکه جوشید همونطور که میبینی قشنگ اومد پایین و الان آماده است که آب کشش کنیم. میبریم که آب کش کنیم. ماکارونی رو آب کش کردم چون نمک ماکارونیمون زیاده، باید یه آبی بگیریم کاملا تا اون نمک اضافهش از بین بره. میذاریم که آبش بره، آب اضافهش. یه مقدار روغن ریختم توی قابلممون، گذاشتم که گرمشه. اگر دوست داشتین میتونین یه مقدارم زعفران دم کرده بهش اضافه کنین. من به سیب زمینیامون نمک زدم و توی قابلممون میچینم. میبریم که ماکارونی ها رو لابلا بریزیم و بذاریم برای دم. ماکارونیمون رو نصفش رو میریزیم توی قابلمه. از مایه ماکارونی مایه گوشتیمون میریزیم روش. حالا اگه دوست داشتین میتونین همش بزنین، اگه دوست نداشتین مثل من لابلا بریزیم. لایه بعدی رو میریزم. بعد از اینکه
لایه بعدی رو هم ریختیم، گوشتش هم ریختیم، میبریم میذاریم که دم بکشه. من لایه آخر ماکارونیمون هم گوشتش رو روش چیدم، آماده شد، درش رو میذارم که ببریم دم بذاریم. دوستان ماکارونی ما کاملا دم کشیده، من شعله رو خاموش میکنم، 10 دقیقه زمان میدم که یه مقدار سرد بشه، بعد سروش میکنم. ماکارونی خوشمزه ما آماده شد، امیدوارم که پسندیده باشین. درست کنین، در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد و آموزش دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.